تعلیقات و زوایای چرخ‌ها. تعلیق از دو قسمت مکانیکی تشکیل شده است، اکسل جلو و اکسل عقب که محل تماس خودرو با جاده را می‌سازند. موقعیت چرخ‌های هر یک از اکسل‌ها نسبت به زمین باید به خوبی کنترل شود تا عملکرد تعلیق و فرمان به درستی انجام گیرد. موقعیت چرخ‌ها دینامیک است، یعنی به همراه خودرو در حرکت می‌باشند و کنترل و هدایت بهینه خودرو را تضمین می‌کنند. با بکارگیری عواملی از قبیل تغییر شکل مفاصل متحرک، واکنش تایر و متغیرهای تعلیق. بنا به دلایل عملی، تعریف عددی این موقعیت با اندازه‌های متفاوت صورت می‌گیرد، زیرا این اندازه‌ها در شرایطی صدق می‌کنند که هیچ گونه فشاری بر سیستم اعمال نمی‌شود. این مقادیر در اوراق اطلاعاتی یافت می‌شود. پارامترهای هندسی مرتبط با این موقعیت‌ها را می‌توان در سه صفحه قائم نمایش داد. نمای جلو، زاویه کمبر، تمایل کینگ پین، زاویه کلی، توازن پایه. نمایش قائم، زاویه کستر، نمایش افقی، میزان فرمان، زوایای فرمان، موقعیت اکسل. در اکسل عقب فقط بعضی از این پارامترها به کار می روند، زاویه کمبر و میزان فرمان. حال به بررسی هر یک از این عناصر می پردازیم. وقتی که قسمت پایین چرخ‌ها به هم نزدیک‌تر باشند، کمبر مثبت و وقتی که قسمت بالای چرخ‌ها به هم نزدیک‌تر باشند، کمبر منفی است. کمبر چرخ جلو نزدیک به صفر یا اندکی منفی است. برعکس، در چرخ‌های عقب معمولاً کمبر منفی قابل ملاحظه‌ای مشهود می‌باشد که باعث افزایش پایداری می‌گردد. سایدگی لاستیک پایداری را کاهش می‌دهد. سایدگی در اثر تغییر شکل لاستیک به علت وارد آمدن فشار بر کناره‌های آن به وجود می‌آید. خط سیر واقعی و اصلی این نیروها زاویه‌ای به نام زاویه سایش به وجود می‌آورند. حال نشان می‌دهیم که با استفاده از کمبر چگونه می‌توان این نقیصه را اصلاح نمود. اگر چرخی با کمبر مثبت را حل بدهیم، گیر می‌کند. اگر چرخی با کمبر منفی را حل بدهیم، لاستیک آن کشیده می شود. کمبر باعث ایجاد گونه‌ای اثر مخروطی در هر یک از چرخ‌ها می شود که تمایل دارد چرخ را از خط سیرش خارج کند و فرسایش مخروطی در لاستیک‌ها را پدید آورد. تنظیم دهانه چرخ‌ها می تواند آثار نامطلوب کمبر را جبران نماید. زاویه نوسان یا کینگ پین، زاویه ای است که از خط عمود با محور سگدست ایجاد می شود. زاویه نوسان باعث می شود که هنگام رانندگی در سرعت پایین فرمان به حالت اولیه خود بازگردانده شود. در هنگام فرمان دادن جلوی خود رو بلند می شود. در واقع محور چرخش و اثر وزن خود رو دوران ایجاد می کند که باعث می شود چرخها تمایل برگشت به حالت مستقیم خود را داشته باشند. زاویه کلی، زاویه کلی از مجموع دو مقدار زاویه کینگ پین و کمبر به دست می آید. این زاویه را می توان به روش دیگری نیز نمایش داد. در آن صورت زاویه کلی زاویه کینگ پین را نشان می دهد که کمبر زاویه بین سگدست و خط افقی به علاوه 90 درجه بدان افزوده شده است. توازن یا افست پایه، فاصله پایه میان محور دوران و مرکز سطح تماس تایر با زمین را توازن یا افست پایه میگویند. توازن پایه مثبت است زمانی که نقطه تماس چرخ با زمین نسبت به محور دوران خارجی باشد. صفر است زمانی که هر دو محور بر هم منطبق باشند. منفی است زمانی که نقطه تماس نسبت به محور دوران داخلی باشد.
در هنگام تولید مقدار توازن پایه از روی ترکیب چرخ‌ها و توپی‌ها به دست می‌آید. مقدار توازن پایه هر چرخ با علامتی مشخص شده است. در هنگام ایجاد ترکیب چرخ‌ها دقت کنید تا ناپایداری هنگام ترمز به وجود نیاید. کستر زاویه‌ای است که محور دوران با خط قائم ایجاد می‌کند. زمانی که خودرو را از پهلو مشاهده می‌کنیم، کستر مثبت است. زمانی که محور دوران به عقب متمایل باشد و در غیر این صورت منفی می‌باشد. از کستر استفاده می‌شود تا محور دوران چرخ جلوتر از نقطه تماس تایر بر زمین قرار بگیرد. فاصله این دو نقطه را فاصله کستر گویند. کستر باعث بازگشت چرخ‌ها به خط مستقیم می‌گردد. در این مدل کستر صفر است. محور دوران و نقطه تماس با زمین روی هم قرار گرفتند. اگر چرخ را بگردانیم، چرخ دنده فرمان قادر نخواهد بود به مسیر اولیه خود بازگردد. اکنون در همان مدل کستر به گونه‌ای تنظیم شده است که محور دوران جلوتر از نقطه تماس با زمین قرار بگیرد. هنگام حرکت چرخ به عقب کشیده می شود و در موقعیت خط سیر مستقیم قرار می گیرد. در این حالت کستر مثبت است. بعضی از تولید کنندگان ممکن است مقدار کستر را منفی انتخاب کنند. در این حالت باید توازن چرخ به گونه‌ای تنظیم گردد که فاصله کستر باز هم مثبت باشد. میزان فرمان زاویه‌ای است که صفحه چرخ‌ها با محور طولی خود رو می‌سازند. این زاویه را می‌توان با واحد میلی‌متر نشان داد. در این صورت اختلاف فاصله میان فلانج جلو و عقب چرخ‌های یک محور را نشان می‌دهد. تو آوت زمانی رخ می‌دهد که چرخ‌ها به سمت عقب خود رو همگرا باشند. در این صورت گفته می‌شود میزان فرمان منفی است و کمبر منفی را جبران می‌کند. تو این زمانی رخ می‌دهد که چرخ‌ها به سمت جلوی خود رو همگرا باشند. در این صورت گفته می‌شود میزان فرمان مثبت است و کمبر مثبت را جبران می‌کند. اگر میزان فرمان صحیح نباشد، باعث ساییدگی لاستیک در یک خط مستقیم و فرسودگی زودرس آن می‌شود. زاویه فرمان چرخ‌های یک خودرو باید دایره‌هایی با مرکز مشترک بسازند تا از ساییدگی لاستیک به صورت منحنی جلوگیری شود. چرخی که نسبت به منحنی پیچ جاده خارجی دورتر است، در مقایسه با چرخ داخلی دایره بزرگتری می‌سازد. در نتیجه زاویه فرمان آن کوچکتر است. با طراحی بازوهای میل فرمان به صورتی که نسبت به هر چرخ زاویه ثابت لازم را داشته باشند، این امر میسر شده است. تئوری هندسه از این اصل پیروی می‌کند که امتداد بازوهای میل فرمان باید در مرکز اکسل عقب تلاقی کنند. امروزه با توجه به عوامل مختلف نظیر تغییر شکل لاستیک در یک پیچ، دیفرانسیل جلو یا عقب، شدت عکس‌العمل فرمان، نقطه تلاقی ممکن است در جلو یا عقب اکسل عقب قرار بگیرد. عوامل دیگری که با تعلیق مرتبط هستند و تأثیرشان در هنگام حرکت خودرو احساس می شود عبارتند از ارتفاع دنده شانه فرمان، موقعیت اکسل، ارتفاع دنده شانه فرمان. میزان فرمان با تغییر وضع خودرو تغییر می کند در هنگام حرکت و تغییر مکان سیستم تعلیق. موقعیت دنده شانه ای بر مقدار تغییر میزان فرمان تأثیر مستقیم دارد. اگر ارتفاع آن خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، تغییرات بیشینه یا ماکسیموم است. بدترین حالت هنگامی رخ می دهد که دنده شانه ای در اثر ضربه جابجا شده باشد. در این حالت
هر یک از چرخ‌ها در جهت عکس چرخ مقابل باز و بسته می‌شوند. علی‌القاعده موقعیت دنده شانه‌ای در هنگام طراحی خودرو محاسبه می‌گردد و آن را در یک محفظه فرعی یا روی قسمت جلوی شاسی قرار می‌دهند. اگر دنده شانه‌ای روی شاسی سوار شده باشد، در هنگام تعویض آن باید از ابزار مخصوص استفاده نمود. اکسل عقب پیچیده پژو 605 دارای سیستم کنترل میزان فرمان می باشد که تأثیر آن در هدایت آسان خودرو مشابه تأثیر دنده شانه‌ای است. هر نیمه از تعلیق عقب بر یک محور سوار شده است که به وسیله یک میله قابل تنظیم کنترل می شود. برای تنظیم چرخهای عقب از یک میله که دارای مهره تنظیم می باشد استفاده می گردد. پس از انجام این تنظیم از مهره تنظیم سمت دیگر استفاده می شود تا ارتفاع چرخشگاه هر یک از میله ها تنظیم گردد. نصب این سیستم باعث می شود که میزان فرمان علی‌رغم تغییر وضعیت خودرو عملا ثابت بماند. تنظیم غلط میزان فرمان باعث کاهش پایداری خودرو بر سطح جاده می شود. موقعیت اکسل. مشخصات اکسل ها عبارتند از موقعیت آنها بر روی خودرو، عرض آنها، فاصله میان آنها. حتی اگر اکسل جلو و عقب در وضعیت مناسب باشند، باید سیستم تعلیق بر روی خودرو در وضع مناسب تنظیم شود تا امکان هدایت صحیح خودرو فراهم آید و از فرسودگی زودرس تایرها نیز جلوگیری شود. در این راستا دو مشخصه ضروری هستند: زاویه عقب نشست که مقدار نامیزان بودن فرمان در چرخ‌های یک اکسل را نشان می‌دهد، زاویه افست که نامیزان بودن مرکز اکسل جلو و عقب را نشان می‌دهد. در اینجا مطالعه اجمالی مشخصات سیستم تعلیق به پایان می‌رسد. ما با اهمیت هر یک از کمیت‌ها و تأثیر تنظیم غلط آنها آشنا شدیم. پژو برای آزمایش هندسه تعلیق روش جدیدی ابداع کرده است که تحت عنوان روش رجوع منظم شناخته می شود که نتایج آزمایش هندسه با آن از روش قدیمی ترتیب کار مطمئن تر است. با روش جدید می توان تمام مشکلات مربوط به وزن و جایگذاری تعلیق را با جلوگیری از حرکت سیستم تعلیق رفع نمود. شرح کامل این روش در برگه های کارگاهی آمده است. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.